yerdeki cismiş varoş akısı yemurdeki halı Thank you.
تداوم داره میشه تجربه عشق رو پیدا کرد یا میشه عشق رو تجربه کرد. جمله بهتریه. آهنگ بعدی اسمش عزیزم سوزه هست، یه آهنگ فولکلور بختیاری که البته ما برای اجرای امشب تنظیمش رو تغییر دادیم. و اینکه لازمه بگم این آهنگ رو از استاد عزیزم بانو پری زنگنه یاد گرفتم. تقدیم تاریک ترین شرایط نور بر مقام میارن.
اونقدر زیاد که حتی به بقیه هم میتابه. ترانه بعدی اسمش سارا هست و من این ترانه در حقیقت زندگی سارا برای من الهام بخش نوشتن این ترانه بوده. تقدیمش میکنم به سارای زندگی های خودتون و شما که مطمئنم تک تکتون سارای زندگی خیلی ها هستیم. سارا Yeah.
سمت است، بلکه به عنوان کسی که فکر میکنه خوانندگی شاید امکانی باشه براش برای بهتر شنیده شدن ترانه هاش تجربه کنه. ممنونم ازتون خانم رستم. خیلی زیاد ممنونم از نیما حافظی عزیز. و همینطور هدایت کل گروه رو به عهده داشته تا این لحظه و خودش میدونه که جایگاش بر من خیلی فراتر از یه همکاره و خیلی چیزا ازش توی این مدت یاد گرفتم و مطمئنم توی این چیزایی که ازش یاد خواهم گرفت ادامه دار هستش. و خیلی زیاد ممنونم از سیاوش بختیاری و خیلی زیاد ممنونم از آقای تیمور. در آخرین لحظات به ما پیوستن به واسطه یه مشکلی که برای درامل قبلی ما پیش اومد و متاسفانه نتونست توی این اجرا همراه ما باشه، آقای تیمور واقعا من افتخار داشتم که اینجا هم باشون آشنا بشم، به واسطه این پروژه هم همراه ما باشن و خیلی ممنونم ازشون که توی این فرصت کوتاه توی یکی دو جلسه واقعا خودشون رو به گروه رسوندن و ممنونم بابت اجرای ملودی اغلب کارهایی که شنیدین توسط برادرم مهدی مختاری انجام شده و آهنگ اتاقی از آن خود ساخته آقای اشکان دباغ هست که امشب توی این اجرا جای هر دوشون رو خیلی زیاد خالی ببینم. و اما آهنگ آخر اسمش با تو بودن هست. من این آهنگ رو برای بهترین دوست و همراهم شهاب نوشتم، ولی دوست دارم امشب تقدیمش کنم به تک تک شما که با تو بودن حس خوبی میده به من. مثل درد و خستگی یا مثل دارو